من کلاس چهارم دبستان بودم. اون موقع مجله ها که در می اومد یه ضمیمه هم بهش می زدم برای کودکان و نوجوانان و بعضی وقتا جوانان. من یه روزی من پول نداشتم زیاد که مجله و اینا بخرم، ولی علاقه عشق من خوندن بود. بعد اومدم کنار خیابون دیدم اینا یه قرون مجله گذاشتن یه قرون می فروشن. بعد عکس یه جایی بود یادم اینطوری نقاشی کشیده بودن، کوروش پشتش هم نوشته بود فرزند سرنوشت، زندگی نامه کوروش کبیر. 5-6 تا از اینا بود من خریدم. بعد دیگه صبر میکردم تا اون مجله بیاد اینو من بخرم. اینا جزواتش شد یه کتاب به این قطر. اینا رو من میچسبم با سیریش. عاشق این قصه شده بودم، کوروش کبیر. رفتم با خودم یه تومانم دادم یه عکس اینجوری انداختم، خودم شدم کوروش کبیر. بعد نمایشنامه درست میکردم، یه دونه نمیدونم به کمربند میبستیم، شمشیر درست میکردیم تو کوچه. با بچه‌ها می‌گفتم بیاد مثلا من کوروش کبیرم شما اینجوری. و یه چیزی تو ذهنت از کودکی، مشکل اساسی که من حس می‌کنم اینه که خواسته یا ناخواسته، که هیچ جای نه قانون اساسی ما اینو نوشته، من نمی‌فهمم، هیچ جا ندیدم، من هویت ملی ما رو تحقیر کردم. یعنی هر که اومده به یه شکلی هویت ملی ما رو تحقیر کرد. هویت ملی رو تحقیر کردن یعنی اینکه انگار به ما میخوان همه ثابت بکنن تاریخ از یه نقطه دیگه شروع شده. نه، تاریخ از قبل از تاریخ بوده، از وقتی هم که مکتوب شده موجوده، از بعد از این هم که مثلا اتفاقای دیگری افتاده این تاریخ موجوده، ما همیشه بودیم. سیر اندیشه ای هم که ایجاد شده، مثلا ما نگاه میکنم خب ما اتفاقی که برامون افتاده توی جهان، این که مثلا میگیم کردار نیک، خب مگه نمیگیم حی علی خیر العمل، الان داریم همینا رو میگوزیم، اذان داریم میگیم دیگه. این نیست که همه چی یه پدیده نو، زمین باز نشده یک پدیده نوی، یک افکار نوی، یک ارزش‌های نوی پدید بیاد. ارزش‌ها تکامل پیدا کردن و به وجود اومدن. خب من نگاه میکردم میدم که ما یه حسی داریم که جوانای ما، از بچهای خود من بگیر، بچه همسایه‌مون بگیر، بچه اون یکی بگیر، همش حس می‌کردم که اینا یه جوری گم شدن، یعنی نمیتونن، قهرمانایی نداره. اگر این هویت ملی رو ازش ما بگیریم، این ناتوان میشه، یه بالشو از دست میده، میخوره زمین. همونطوری که مثلا زمان پهلوی خیلی تلاش کردن که هویت مذهبی رو بگیرن، خورد زمین. این اتفاق من نیازی میدیدم برای اینکه به بهترین این تاریخی که میتونست اگه یه دونه هم ساخته بشه ساخته میشه کوروش. کوروش کسی که تا جایی که حداقل در موردش وجود داره و میتونیم بهش استناد بکنیم، حالا این چیزایی که تخیلی که در آوردن اینا رو بذاریم کنار، آدمی که حداقل به 3 تا حداقل از بندهای منشوری که پیدا شده دقیقاً همون چیزیه که امروز به عنوان حقوق بشر داره مطرح میشه. او میگه که من بابل رو گرفتم و کار زشت بردهداری رو برانداختم. آقای خیلی معنی داره، یعنی داریم درباره یه زبان، یعنی چی؟ این اصلا کار بردهداری رو زشت میدونسته، در حالی که کار بردهداری یک افتخار بوده، یک فضیلت بوده در اون زمان. Our story begins 550 years before Christ with Cyrus the Great, founder of the Persian Empire. After uniting the Persian and Median tribes, Cyrus came into conflict with King Croesus of Lydia in what's now modern-day Turkey. He defeated Croesus in battle. Cyrus then clashed with the powerful Babylonian Empire to the west. In 539 BC, he besieged their capital, Babylon. It fell with barely a fight. Persia under Cyrus became a superpower of the ancient world. Cyrus's conquest of Babylon had been predicted and was described in the Old Testament by the Jewish prophet Daniel. That very night, the Babylonian regent Belshazzar had held a feast. He feasted using the sacred
gold vessels from the temple in Jerusalem. And then suddenly, miraculously, there was a hand writing on the wall, and the writing said, "You have been weighed in the balance, you've been found wanting, and your kingdom will be given to the Medes and the Persians." من نشستم توی شروع کردم بنوشتم تحقیق از هر کس میتونستم استفاده کردم هر چی کتاب واقعا درباره این به انگلیسی به حتی یکیش به عربی پیدا کردم کوچیک بود دادیم ترجمه همه اینا رو خوندیم و کمک خیلی کسا و اومدم من نوشتم یه روز اینجا تو دفتر نشستم علی معلم از دانشجوهای خوب مدرسه صدا و سیمای من بود اون موقع من درس میدادم همه دانشگاه در علی معلم اومد به دیدن من برای یه مسئله گفت چیکار می‌کنی گفتم دارم کوروش می‌نویسم اینو این چیزو فکر کنم مسعود بیا فیل هوا کنیم گفتم یعنی چی گفت بیا اینو ما اعلام کنیم می‌خوام کوروش بسازیم خود اصلا گفتن این یک اتفاق چون الان کسی جرئت نداره حرف رو بزنه آقا این قضیه رو ما شروع کردیم و اتفاقای سیاسی عجیبی تو کشور افتاد شروع کردن به مسئولین دولتی حرفایی درباره کوروش زدن و بعد به زودی یه مدتی گذشت منشور کوروش رو آوردن ایران این از اون اتفاقای عجیب چون ما هی حرفش رو می‌زدیم شما رجوع کردیم به ارشاد بدون هیچ تبلیغاتی که آقا ما می‌خوام کوروش بسازیم همه به ما خندیدن یعنی به خدا به همینطوری یعنی من گفتم آقای جوزانی چیکار می‌خوام بکنی گفتم آقا کوروش بسازیم آقا مسخره کردی ما یه مدتی گذشت کنیم چیکار کنیم یه فیلمنامه رو فرستادیم ارشاد فرستادیم وزارت ارشاد گفتیم آقا ما پروانه ساخت اگر خوبه خب پروانه به ما بدین گفتن خب نمیشه این بعد مقامات بالاتر دستور رو در حیطه اختیار ما نیست منشور که اومد من و علی یه عکس انداختیم که اینجا به دیوار زدیم رفتیم پیش این منشوره واسدیم یه عکس انداختیم و اعلام کرد علی زودم اعلام کرد خدا رحمتش کنه اونم ناامید البته رفت بدون اینکه فیلم ساخته بشه این که رفت توی خبرها و به صورت گسترده ای ناگهان پخش شد که ما میخوایم این فیلم بسازیم ناگهان چندین فیلمساز پیدا شدن که آقا ما میخواستیم بسازیم ما بیاییم بریم بسازیم من که جلوی کسی رو نگرفتیم اصلا بیاییم 10 تا کوروش بسازیم حرف من واقعا این بود ولی وقتی تحقیق کردیم دیدیم هیچ کس فیلمنامه ای نداره یه روز هادی کریمی اومد اینجا صحبت میکردیم گفتش که اینو بذار من بدم چاپ بکنم بودم بگی برو چاپ آقا کتاب رو چاپ کردن گفتن خیلی هم خوب چاپ کردن واقعا تمیز و خوشگل یه روز اومد گفتم ما میخوام این کتاب رو نمایی بکنیم و ما همش با نگرانی میرفتیم جلو کتاب چاپ شد گفتن میخوام رو نمایی بکنیم ما اومدیم گفتیم ما میخوام رو نمایی بکنیم گفتن آقا شلوغ راه نندازین باز دوباره به ما هشدار دادن اینا یه عده بعد به ما اومدن پیشنهاد دادن سالن فلان رو بگیرین سا گفتم من هیچ چنه یه کتاب خونه کتاب فروشی این ور اون ور که آقای فیروزان فکر کنم اسمش این آقای فیروزان خیلی مرد شریف بود چه انسان شریف و خوبیه و ایشون گفتن که آقای ولنجک ما اینجا رو میدیم بهتون بیاین اینجا برگزار کنیم پولی هم نمیخواد رفتم رسیدم یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم زودتر رفتم دیدم بیرون کتاب فروشی قلقله است بعد این رفت 700-800 تا کتاب برداشت بود یا 1000 تا کتاب بود گذاشت اونجا ما رفتیم تو دیدیم خیلی اصلا هنرپیشا اومدن خیلی من خوشحال شدم دیدم ببین اصلا وقتی خدا بخواد بشه و در این دو سه ساعتی که ما این برنامه رو بنا بود 1 ساعت اجرا کنیم 2 3 ساعت طول کشید مردم نمیرفتن 700 تا کتاب مردم خریدن من اینقدر امضا کردم فقط دستم هم من بودم اینا رو امضا کن خیلی عجیب بود برای ما یعنی 2000 تا جلد در ظرف چند ماه این فروش رفت یعنی معلوم شد پتانسیل این قضیه در جامعه موجوده چاپ دوم شد چاپ دوم ما برنامه گذاشتیم قرارداد بسته بودیم کار انجام بشه ما یک سرمایه‌گذار قطری داشتیم یک سرمایه‌گذار کویت داشتیم سرمایه‌گذار از انگلیس داشتیم همه هم اصلیت یک به غیر از یکیشون اصلیت ایرانی داشتن از کانادا داشتیم اینا اومدن ایران قرارداد با ما بستن فیلمنامه اصلا شروع شد ما خیلی پول خرج کردیم این بر اون بر جمع کردیم و آرت بوک رو تقریبا تمام کرده بودیم یه تیکه های انیمیشن ساختیم که هست اینا توی اینترنت برین وجود داره
خون کوروش در رگ هایم، خون هر خامنش را به فرمانش من میخیزم، جانم فدای ایران. دشمنت گر لب جنبد، می نشانیمش به خاک. ابزارالات کار رو از رعیت تا مثلا سپه سالار طراحی کردیم، شخصیت ها رو طراحی، خیلی کار کردیم. ولی متاسفانه به هر علتی سرمایه‌دارای ما رو ترسوندن. حتی یکیشون یه آقای دوستایی وکلای مجلس رو بودن سراغ ما، اینا رو بهشون میگفتن که آقا این فیلم ساخته هم بشه در ایران پروانه نمایش نمیگیره. ولی مهمتر از همه برای من گرفتن پروانه نمایش شد. برای اینکه من رفتم این کتاب رو دادم به آقای، به دوستان زیادی دادم، از جمله آقای دکتر ولایتی، که آقا اینو بخونیم، ما میخوام اینو بسازیم، یه کاری برای ما بکنیم. ایشون اومدن و تعریف و تمجید که این فیلم باید ساخته بشه. ما پروانه ساختمون رو گرفتیم، پروانه ساختمون چند بار هم تمدید کردیم، ولی خب کار سختیه با سه ماه که پروانه، بعد به ما یه پروانه بدن که آقا مثلا 2 سال 3 سال بریم کار بکنیم. چون متاسفانه هر سرمایه دارین ما میاریم، یک دستای پشت پرده ای هست که اینا رو میترسونه. مثلا حتی میان یه پولی خرج میکنن اینا، بعد میان آقا گفت به ما گفتن که اینو اجازه نمایش نم. ولی من از اون روز تا حالا هر چیزی که کار کردم، جمع کردم، این برمار خرج این کار کردم و این کار جلو بردم. کاریه که راحت میتونه ساخته بشه و عظیمتر از خودش میتونه یک شهرک به جا بذاره، که این شهرک یکی مثلا بتونه جذب گردشگر بکنه، بتونه. و این طرحش زده شده، نمیدونم دیدین یا نه. یعنی شهری با طراحی کردیم، مهندسای زیادی مجانی برای ما نقشه کشی کردم و این شهر 4 تا دروازه داره. دروازه مللش که ربطی به کوروش نداره، برای ورود گردشگراست طراحی شده. بابلو داره در یه طرف دیگه، در یه طرف اکباتان رو داره و یه در شهر پارس رو داره. من معتقدم که جهان به اراده انسان داره حرکت میکنه، ما اراده بکنیم اجرا میشود. برای اینکه خدا این قدرت رو به ما داده، ما اراده کردیم این کارشو. ملت ایران اراده برای این امر داره. مگه میتونه تحقق پیدا نکنه؟ مگه کسی جرأت داره جلوشو بگیره؟ بگیرم خودشو خراب کرده، خودشو کوچیک کرده. این بالاخره ساخته میشه. حالا ممکنه منم عمرم کفاف نده بمیرم، یکی دیگه میاد میسازه. خب بهتر افتخارشو کسب کنید، برید کنار از جلوی اراده ملت. حسم اینه، به این خیلی معتقدم میگه کوروشو بسازم. اسکرام که ما میخوام، ملت حس جمعی میگه که آقا ما میخوام این ساخته بشه.